جوانی. پیرمرد با محاسن سفید، دستاری که به سر می پیچید و لبخندی که بیشتر اوقات روی چهرش جا خوش می کرد و در اوج تنش‌ها و ناآرامی‌ها آرام بخش مخاطبانش می شد، در خاطره‌ها مانده است. آرامشی که در افغانستان ناآرام عجیب می نمود. با این حال پیرمرد سرشار از همین تفاوت‌های مطلوب. وقتی افغانستان زیر زنجیر تانک‌ها و زره‌پوش‌های نظام کمونیستی شوروی جان می‌داد، او از اسلام سخن می‌گفت و این مکتب آسمانی را حبل المتین مقابله با ابرقدرت‌های روی زمین می‌دانست. وقتی اسلحه حرف اول و آخر را می‌گفت، او راه گفتگو را پیش از چکاندن ماشه اسلحه برمی‌گزید. او مرد امیدهای افغانستان بود و در بیشتر مواقع در کانون اتحاد مبارزان افغان قرار داشت. برهان الدین 29 شهریور سال 1319 هجری شمسی در فیض‌آباد از توابع ولایت بدخشان افغانستان چشم به جهان گشود. افغانستان تحت حکومت پادشاهی ظاهرشاه جایی بود که او کودکی و جوانیش را در آن سپری کرد و در 23 سالگی از دانشکده شرعیات کابل فارغ التحصیل شد. با این حال برای او که در مسلک اهل سنت بود و طالب آموختن بیشتر، دانشگاه الازهر و اساتید صاحب نامش مطلوبی بود که او را به مصر فرا می‌خواند. افغانستان یکی از حوادث تاریخیش را تجربه کرد. محمد داوود خان از سران نظامی افغانستان علیه حکومت ظاهرشاه کودتا کرد و نظام حکومتی افغانستان را از پادشاهی به جمهوری تغییر داد. اما این تغییر نه تنها کام گروه‌های مسلمان را شیرین نکرد که تأثیر گذاری شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جریان سیاسی نزدیک به حکومت کمونیست شوروی بر حکومت محمد داوود خان سبب در فشار قرار گرفتن نهضت اسلامی افغانستان شد. قرار گرفتن در چنین شرایطی بود که فعالان اسلامگرای افغانستان را به مهاجرت تشویق کرد. برهان الدین ربانی هم به همین دلیل با دیگر فعالان هم مسلکش راهی پاکستان شد. اما راه او و دیگران در یک مسیر باقی نماند. پاکستان جایی بود که مسلمانان استقلال یافت از هند آغوش بازی برای استقبال از هم مسلکان خود داشتند. افغانستان اما نه تنها با مهاجرت اسلامگرایان آرام نگرفت که با کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه داوود خان و بالا گرفتن اختلافات داخلی کار به جایی کشانده شد که ارتش سرخ شوروی افغانستان را به اشغال خود درآورد. لگد کوب خاک وطن زیر زنجیر تانک‌ها و زره پوش های بیگانه و پرواز بمب‌افکن های ابرقدرت شرق بر آسمان آبی بامیان، هرات، بدخشان، قندهار، کابل و سیستان جایی برای پاپس کشیدن باقی نمی گذاشت. این چنین بود که مجاهدان مسلمان افغانستان و در رأس آنها برهان الدین ربانی به افغانستان بازگشتند تا مبارزه نفسگیر برای آزادی افغانستان را آغاز کنند. جنگی که 9 سال تمام بر کوه‌ها و دشت‌های افغانستان حکم فرمایی می‌کرد. با این حال به وعده نصر من الله پس از بارها شکست
جنگ با پیروزی مجاهدان و خروج شوروی از خاک افغانستان پایان یافت. او در شرایطی که بحران و نزاع‌های داخلی راه را بر برگزاری انتخابات می‌بست، به شیوه مرسوم در تعیین خلفای اسلامی برای تعیین رئیس جمهور بعد از خود، شورای اهل حل و عقد را در شهر هرات افغانستان و با حضور شخصیت‌های مختلف از اقوام و نواحی مختلف افغانستان برگزار کرد. شورای حل و عقد نیز در نهم دی ماه 1371 برهان الدین ربانی را به عنوان نخستین رئیس جمهور رسمی حکومت مجاهدین در افغانستان برگزید. حالا افغانستان پس از سالها مبارزه، آزاد از حضور بیگانه، ریاستش به مردی سپرده شده بود که به اعتدال و میان روی در راه خود و همگرایی با گروه‌های مختلف اعتقاد داشت. با این همه، حتی میانداری برهان الدین ربانی هم چاره ساز اختلافات داخلی افغانستان نبود. تاریخ افغانستان با ترور و کودتا و جنگ چنان آمیخته بود که گویی فرصتی برای حکومت آرامش وجود نداشت. پس از سالها جنگ داخلی و جدال با بیگانه اشغالگر، حالا یک گروه افراط‌گرا بازی را برهم می‌زد. طالبان. کابل زیر حملات شدید طالبان قرار گرفت. ربانی و دولتش به ناچار مقر حکومت را به مزار شریف انتقال دادند. تسلط طالبان هر روز گسترده تر می شد و قلمرو حکومت مجاهدین هر روز کوچکتر. با این حال ربانی قصد تسلیم نداشت. هرچند طالبانی ها با ترور احمد شاه مسعود، یار دیرین ربانی و وزیر دفاع دولت او، ضربه سنگینی به ربانی وارد کردند، اما دور طالبان هم پایانی داشت. به آتش کشیدن سفارت آمریکا در کابل توسط حکومت طالبان تنها چند روز پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا فرصتی شد که این بار و به این بهانه افغانستان به اشغال آمریکا درآید. ربانی که سالها با اشغالگری شوروی ها جنگیده بود، حالا باید راهی برای رهایی افغانستان از چنگ نظامیان آمریکایی می‌یافت. ربانی همزمان با رهبری جبهه ملی افغانستان از سوی کرزای به ریاست شورای عالی صلح افغانستان برگزیده شد. ربانی، مجاهد اعتدالگرای افغانستان، حالا در قامت سیاست مداری نافذ و تأثیرگذار، مأموریت مذاکره با طالبان را بر عهده داشت تا به درگیری‌هایی که گوشه و کنار افغانستان را به صحنه کشتار بیپایان غیر نظامیان تبدیل کرده بود پایان بخشد. تلاشی که در نهایت در یکی از جلسات شورای عالی صلح افغانستان با اعضای طالبان به شهادت ربانی منجر شد. یکی از نمایندگان طالبان مواد منفجره‌ای که در دستارش پنهان کرده بود را منفجر کرد. ربانی 29 شهریور سال 1390، درست در روزی که پا در 71 سالگی می‌گذاشت، به شهادت رسید.